سلام دوستان به نظرتون یک سندی که میبینید آیا واقعیه یا جعلی؟ آیا راهی وجود داره که بفهمیم یک سند جعلی هستش یا واقعی؟ با ما همراه باشید در این قسمت به شما یاد میدیم که چطور میشه از اصالت اسناد مطلع شد و اینکه کسانی که سند جعل میکنن چجوری این کار انجام میدن؟ با ما همراه باشید سلام مجدد بنده نیما نصیری هستم با یک ویدیو آموزشی دیگر از سری ویدئوهای آموزشی اندیشه اینو در خدمتتون هستیم خب همونجور که گفتیم امروز میخوایم به شما بگیم که آیا میشه راهی وجود داره که فهمید اسناد جعلی هستند یا واقعی و اینکه چه جوری این کارها در فتوشاپ انجام میشه و اینکه هوشمون یه خورده ببریم بالا که این اتفاقا برامون نیفته یا اگر خواستیم سندی رو که اشتباه زدیم اصلاحش بکنیم بتونیم تو فتوشاپ این کار رو انجام بدیم اما ابتدا نگاه میکنیم اگر ما این موضوع جل سند رو سرچ بکنیم توی گوگل خب میدونید که اینا اکثر اسنادی که زده میشه توسط ماشین زده میشه و تنها تفاوتی که وجود داره بین اسناد اصلی و اسناد فرعی و جعلی این هستش که روی بعضیاشون هولوگرام هستش و مرغ های برجسته هستش که خب مرغ های برجسته رو هر جایی نمی سازه و باید حتما نامه رسمی باشه تا براتون درست بکنن مگه اینکه توی زمینه تولید مرغ هم خودتون خودکفا باشید و این کار رو انجام بدید یا هولوگرام بتونید خودتون دستگاهش داشته باشید و بزنید و خب هستن کسایی که این کارا رو انجام میدن اما محدود هستن نسبت به افراد دیگر جامعه و این کارها رو انجام میدن اما یک موضوعی که وجود داره بعضی از اسناد مثل ابلاغ های دادگاهی مثل مثلا کارنامه یک دانش آموز گاهن اینها حالا الان که به خاطر کرونا خیلی این موضوع پیشرفت کرده و قابل استعلام هستن تو سایت میشه آنلاین رو دید اما در گذشته که خیلی اوضای بدی داشتن اینها رو فرد میرفته مثلا یه تغییراتی توش ایجاد میکرده و قابل استلام نبوده و آنلاین نبوده و طرف مثلا میگفته که مثلا به باباش میگفته من کارنامه قبولیم این هستش ببینید اما که این موضوع هم در این موضوع هم خیلی چیزا هست به خاطر اینکه با کامپیوتر زده میشه یه پرینتر کافی بوده که این کار رو انجام بدن اما امروز حتی چک ها رو دارن کاری میکنه که بشه در سایت آنلاین استلام گرفت یا در پاسپورت ها چیپ ست های، چیپ هایی کار میشه که قابل استلام باشه و هوشمند باشن روی کارت های ملی چیپست هایی کار شده بارکدی کار شده که بهش استلام گرفت و برخی از اسناد روشون بارکد هایی هستش که وقتی که شما با موبایلتون با برنامه مثلا بارکد خان یا کیو آر بارکد اسکنر مثلا اسکن میکنید یک کدی رو یک عددی رو برای شما میاره معادلش مثلا اگر این بارکد اسکن بشه معادلش یه عددی وارد میشه در کامپیوتر شما یا یک لینک سایتی رو برای شما میاره که اگر روی اون لینک از سایت کلیک بکنید میتونید ببینید که این کالا اصالت داره یا نه یا یک کدی به شما میده که اون کد رو اگر توی مثلا تو سایت وارد بکنید شما میتونید متوجه بشین که این اصالت داره یا خیر واقعی هست یا نه اما باید دقت بکنید دیگه چون این بارکد دارن با یه نرم افزار تولید میکنن که برنامه هم خیلی تو دسترس هستشو. میشه باش کار کرد این شما خودتون رو میتونید بیاید یک عددی رو یک رشته کدی رو وارد بکنید رشته حروفی وارد بکنید و اون رو تبدیل به بارکد بکنید و بعد روی محصولات بزنید و این مهمه که اون سایتی که داره بارکد توش چک میشه سایت اصلی هست یا نه اینو بعد تشخیص بدین که سایت اصلی هست اون موضوع یا نه و خب اگر مثلا شما یه نامه دادگاهی بهتون داده شده حتما اصالتش رو بررسی بکنید حتما متوجه بشید که اون واقعی هست یا نه مثلا الان نامه دادگاه تو سایت ابلاغ میاد و بعد حتما استلام گرفته بشن متاسفانه همین چندی پیش برای یکی از دوستان و همکاران ما این اتفاق افتاد که یک نامه به این شکل شبیه این براشون اومده بود که بعد خب ما متوجه شدیم که این نامه جعلی است و مثلا گفته بودن که این واحد سنفی باید پولوم بشه و داخل هفته میدیم که بعد همون شدیم که اصلا این تامه جلی هستش و خب ایشون تا پیگیری کنن و مثلا ثابت بکنن که این جلی بوده خیلی داستانه متفاوت و خاصی داشته و عجیبه که اون دستگاه ها و ارگان ها نگرفتند نگیرتون اصالت این نامه رو که خیلی راحت میشه اینو جل کرد چون می میبینید که گاهن اینا مثلا فوتوکوپیش تو ابلاغ میاد و خب این درست کردن این سیاسفید این اکچین نوشته بسیار ساده است و من در ابتدای این ویدیو خواستم فقط خوشدارا رو بدم به شما که این وقایع هست و این اتفاق هست حتما سعی بکنید استعلام بگیرید نامه که اگر به دستتون میرسی یا ابلاغی میرسید معمولا این ناما یا هر ابلاغی که برای شما میاد سندی که میاد یک شماره داره یک شماره پرونده داره شماره بایگانی داره تاریخ داره و نام جایی که اون رو صادر کرده مثلا اگه سند هست مال ثبت احوال هست اگه مال دیوان عدالت اداری هستش مالگی مال قوه قضیه هستش اینا لوگو و آرم دارن اگر محرمت با این داشتش باید استلامش رو بگیرید و میتونید تو گوگل سرچ بکنید اون شعبه و دادیاری یا دفتر اسنادی که اون سند رو صادر کرده رو پیدا بکنید و استلام بگیرید شماره نامه رو بدین یا یعنی اینکه حضوری مراجعه بکنید و یا اینکه اگه سایت دارن تو سایتشون بزنید و بکنید ببینید یه یعنی چیز سندی واقعی هست یا یعنی نه اگر هولوگرام هم داره میتونید هولوگرامش رو باز چک بکنید مورد برجستش ولی در آخر بهترین حالت اینه که شما از اون اداره ارگانی که اون نامه رو صادر کرده حتما استعلام بگیرید چون بسیار راحت دیال کردن یک سند به خصوص با فتوشاپ برای یک کسی که یه مقدار اندک هم فتوشاپ بلد باشه و حالا برای اینکه روند رو شما ببینید که چه جوری کار میشه در این موضوع من بهتون قسمت رو نشونتون میدم برای اینکه یه خورده آگاهیتون بره بالاتر برای چی میگن که مثلا یه سندی که میاد برون مثلا میگن که مثلا فلانی اینقدر حقوقشه اینا بارها دیدین دیگه مثلا سندای این شکلی میاد یا فلانی مثلا اینقدر چه میدونم دزدی کرده فلان کرده اینا ساختن سندش کاری نداره گاهن بعضی از فیک نیوز ها سایت ها و کانال هایی که همینجوری بدون اعتبار هستن و ساخته میشن خیلی راحت میاد یه سندی رو تولید میکنن میذارن تو مرز و دید عموم و بعد میگن که این سند اصلی هستش یه نهایت یه محرمانه چیزی هم روش میزنن و خیلی راحت این کار بریم در ادامه ببینیم که این روند چجوری این کار انجام میشه و اینکه یه آگاه بشیم با این امور که و بفهمیم که به هر سندی نباید اعتماد کرد با ما همراه بشید خب دوستان در داخل فتوشاپ ما یک سندی رو باز کردیم که از توی اینترنت دانلودش کردیم و مشاهدش کردیم خب خیلی راحته دیگه یا دراگن دراپ میکنید مثلا یک پوشه که اسنات رو توش دانلود کردید باز میکنید و با موس عکسی که حالا مد نظر دارید رو میندازید اینجا توی فتوشاپ باز میشه یا اینکه میتونید بیاید از قسمت بالا فایل و اوپن رو بزنید و عکستون رو باز بکنید به این شکل میتونید عکستون رو باز بکنید بعد از اینکه عکس رو باز کردین با کنترل مثبت و منفی میتونید روی صفحه زوم این زور زوم اوت بکنید و اگه کنترل رو اگر اسکولاکتتون فعال باشه میتونید اسکوللاکت موستون هم استفاده بکنید و زومینا زوموت بکنید روی تصویرتون خب حالا ما این متن رو گرفتیم و میخوایم ببینیم که مثلا یه قسمتی از متن ما فونتی که ازش استفاده شده چیه و آیا ما فونتش رو داریم در درجه اول بهتون بگم که شما داخل سیستمتون توی پوشه توی درایو سی توی ویندوز و در پوشه فونتس اینجا فونت هایی که نصب شده هستش هر چقدر شما بخواید میتونید بیاید از توی اینترنت فونت ها رو فایلش رو دانلود بکنید و با موس بگیرید بنازید اینجا به معنی که میندازید اینجا عمل کپی شدنش انجام میشه و اینکه فونت نصب میشه در سیستم عاملتون و در برنامه های مختلف میتونید ازش استفاده کنید هرچقدر تعداد تنوع فونتاتون اینجا بیشتر باشه نوع نوشتارتون میتونه متنوعتر تر باشه پس حتما فونت‌های مختلف رو رو سیستمتون به خصوص اگه فارسی کار میکنید فارسی ها رو دانلود بکنید که به صورت پک هست حالا ما سعی میکنیم اینا پک فارسی رو براتون قرار بدیم که راحت بتونید ازش استفاده بکنید و فونت‌های انگلیسی که حالا خیلی پر کاربرد هست و میتونید این شکلی نصبش بکنید و حالا ما میخوایم ببینیم که این فونت یا نوع نوشته ما از چه فونتی استفاده شده میایم قسمت تایپ در بالا و روی مچ فونت کلیک میکنیم همونطور میبینید یه پنجره اینجا باز شد برای ما و ما در اینجا یک کادری داریم این کادرمونو میتونیم ببریم روی هر قسمتی از نوشته که بخوایم اون قسمتش رو سلکت داشته باشیم به این شکل حالا فرق نمیکنه متن ما انگلیسی یا فارسی باشه به این شکل وقتی که این رو سلکت میکنید اینجا فتوشاپ به صورت هوشمند میگرده و اگر فونتی داشته باشید که شبیه این باشه نوشتهش برای شما میاره همونطور که میبینید اینجا یه سری از فونتا رو برای ما آورد که اگر روش کلیک بکنیم در این بالا فونت ما در قسمت فونتا سلکت میشه و میره روی اون خب ما یکی از این فونت هایی که حالا این تشخیص داده که همون هستش رو انتخاب میکنیم روش کلیک میکنیم که سلکت بشه و اوکی میزنیم حالا اگر ما اینجا بیایم روی تی کلیک بکنیم و یک روی صفحه خالیمون بزنیم میتونیم تایپ بکنیم حالا کیبورد رو حالت فارسی میتونیم قرار بدیم که فارسی تایپ بکنیم مینویسیم مثلا معاونت محترم خب ما اینو تایپ کردیم کنترل تی میزنیم سپس آلتو نگر میداریم از این گوشه می‌کشیم، از دو طرف اون نوشته ما کشیده خواهد شد سپس اینتر رو میزنیم و با موس کلیک سمت چپ موس میتونیم اونو بگیریم و جابجاش بکنیم خب همونطور که می‌بینید اینجا یه دونه لایه ایجاد شد که نوشته هستش تی بغلش نمیشه یعنی تایتل هستش نوشته هست و این بگراند مام که همین سندی هستش که اینجا قرار داره خب روی اینجا ما کلیک میکنیم و قطعا خب این کاربرد این تکنیک هایی که الان اینجا داره بیان میشه فقط این نیستش که کسی بخواد جل بکنه نه مثلا شما این نامه اداری زدین چاپ شده و حالا یادتون هم رفته ذخیره بکنید فایل اون تایپیس اون ندارید خب یه قسمت یه جملهش هم مثلا فقط یه کلمهش اشتباس خب میتونید با این تکنیک برید اون نامه رو دوباره ادیتش بکنید و ازش استفاده کنید همشه همیشه نباید نگاه بد کرد به موضوع و به این شکل ما اگه تی رو بزنیم از اینجا و بیایم روش کلیک بکنیم روی نوشته هامون میتونیم مجدد اینا رو ویرایش بکنیم و ادیتش بکنیم از این بالام از اینجا اگه کلیک بکنیم حالت مختلف فونتمون رو نشون میده که میتونیم حالت بولد رو انتخاب بکنیم که حالت برجسته تر هستش به این شکل و در اینجا قرارش بدیم خب حالا اگه نگاه بکنید نوشته ما پررنگ تر از نوشته هستش که روی این سند وجود داره ما میریم دوباره تی رو میزنیم روی این نوشته رو کلیک می‌کنیم و این بالا روی کالر بار کلیک می‌کنیم و قسمت انتخاب رنگ ما جعب ابزارش میاد و از اینجا میتونیم بیایم به این شکل وقتی میایم سمت چپ روی این نیستیم از اینجا اگه پالت انتخاب بکنیم که خب رنگ سلکت میشه مثلا میتونیم قرمز انتخاب بکنیم رنگ نوشتام قرمز میشه اما اگه بیایم روی این نباشیم بیایم روی صفحه ما و میتونیم بیایم با قطر چکونی که میشه آیکونمون موسمون ببریم روی یکی از نوشته هایی که میخوایم و رنگ اون نوشته رو بگیریم و به نوشتم بدیم یعنی همون نوشته که روی متن کار شده رو بدیم اوکی میکنیم به این شکل رنگ نوشتمون نزدیک میشه به امون. رنگی که اونجا داده شده حتی میتونیم مجدد بیایم کلیک بکنیم و رنگ نوشته رو بدیم و بیایم اینجا حتی کم رنگ ترش بکنیم مثلا ببریمش به خاکستری تر به این شکل که دقیقتر تر بشه و نزدیک به اون رنگی بشه که اونجا استفاده شده اوکی به این شکل همون رنگی که گرفتیم یه خوری کم ترش کردیم اوکی به این شکل نزدیک شد به این رنگ و ما میتونیم به همیشه که عرض کردم تو قسمت تایپ و مچ فونت بریم قسمت های مختلف رو به این شکل سلک داشته باشیم و فونت اون نقطه رو تشخیص بدیم که کدوم فونت هستی اینجا به صورت اتوماتیک میگرده و پیدا میکنه فونت رو و همونجوری که گفتم اگه کلیک بکنید فونت نوشتتون عوض میشه میبینید من اینجا کلیک که دارم میکنم اینجا فونت نوشتمون عوض میشه حالتش عوض میشه همچنین میتونید بیاید روی نوشته اینجا کلیک بکنید دوباره تیو بزنید روی نوشتم و لایه نوشتم کلیک بکنید از اینجا این بالا فونت انتخاب بکنید یعنی یکی از فونت ها رو که روی سیستمتون هست انتخاب بکنید که ب... میدونید که نزدیک هستش به متنی که اونجا توی نوشتتون دارید معمولا نامایی حالا خیلی از نامایی اداری متاسفانه زیاد به فونت توجه نمی کنن و هر فونتی که تو ورد دستشون میرسه مثلا مثل نیو تایم و اینا رو همونو میدن و از فونت های زیبای فارسی زیاد استفاده نمی کنن متاسفانه حالا مثلا این فونت ما انتخاب کردیم که نزدیک هست به این فونت ببینید خیلی نزدیک هستش کنترل تی میزنیم روی نوشتمون و از گوشه این رو میتونیم بکشیم اما ببینید ما اگر از گوشه بکشیم از یه جهت اگر کلیونیگر نداریم از یه جهت تقیم کنم همونجور که میبینید خیلی نزدیک به همون نوشته ماست حالا ما از لایه پایینی روش کلیک میکنیم کنترل J رو میزنیم یه لایه کپی میگیریم لایه پایینی ما خاموش میکنیم و اینجا رو لایه که ازش کپی گرفتیم مثلا اسمش رو عوض میکنیم میزنیم سند دابل کلیک رو نو... اسمش بکنید میتونید فارسی یا انگلیسی بنویسید مثلا ما اینجا مینویسیم سند تایتل اسمش رو عوض میکنیم سند میکنیم حالا روی این سندمون ما میتونیم از ابزار مختلف برای پاک کردن ویرشش استفاده کنیم. اینجا ابزاری داریم که مثلا این ابزار ما اسپوت هستش و به این شکل هستش که اگر روی هر جا بکشین اون قسمت رو از طرح و رنگ های اطرافش میگیره و جایگزینش میکنه. ببینید مثلا من اینجا قسمت بسمیت آلا رو به همین شکل به همین راحتی فقط با کشیدن روش پاک میکنه. از این اسپوت که استفاده کنید به این شکل با کشیدن روش پاک شد اگر قسمت های کسیفی روی سندتون هم بود مثل اینجا که نقطه های کسیفی داریم میتونید اون جاها هم با این بگیرید یه جاهایی هم هستش که میخواید یک قسمتی رو مثلا بردارید حذفش بکنید با این اسپوت زیاد شاید درست و تمیز در نیاد میتونید از این ابزار دیگه استفاده کنید که اینجا هستش ابزار پچ هستش که پچ تولز میتونید استفاده کنید که همه اینا با جی میاد و جی رو اگه بزنید به این شکل ابزارش میاد مثلا اگه روی ابزار دیگه باشین جی رو بزنید میره روی اون ابزار به این شکل و این رو مثلا شما میایید این قسمت رو میگیرین مینازید اونور به همین راحتی میشه یعنی از اون قسمتی که شما ولش میکنید که, که چپ موس میرال میاره حالا کنترل زد داریم برگشتیم خب حالا برعکس ما میخوایم بیایم اینجا این نوشته ها رو ببریمش تو قسمت بالاتر مثلا فاصلهش میبینیم کم با نوشته پایینیش میخوایم اینو ببریمش بالاتر انتقالش بدیم به همین راحتی سلکتش میکنیم دورش رو با همین پچ و ببخشید اشتباه گفتم از اینجا قسمت خالی میایم کلیک میکنیم یه محبته ایو که میخوایم این نوشته به روش و سپس میایم به این شکل همونطور که از اینجا ما یه کپی گرفتیم روی پس یه بار دیگه تکرار میکنیم تو قسمت خالی میخوایم یه اون نوشته رو همینجا هم داشته باشیم قسمت خالی رو سلیک میکنیم ابزار پچ رو میکشیم روی اینجا پچ میاد از اون جایی که ما رفتیم یه کپی میگیره اون چش یه بار دیگه دوباره میگیم فضای خالی کلیک میکنیم سلکتش میکنیم با کلیک سمت چپ نگه داشتن بعد این سلکت شد میریم داخل اون قسمت سلکت شده کلیک سمت چپ موس نگه داریم آروم میکشیمش پایین و میگیم که از کجا کپی بگیر اینو هر جای از نوشته بریم همون قسمت نوشته میاد اونجا میفته به این شکل اگر اینجا بنویسیم خب پس این برای این بودش که یه قسمتی از سند رو پاک کنیم یا یه قسمتی از سند رو ازش دوب کپی بگیریم بیاریم یه دیگه معمولا این کارها از این قسمت استفاده میشه و شما میتونید برای دوب گرفتن از این هم استفاده کنید که کانتنر هستش از این هم میتونید استفاده کنید که مثلا این رو میخواین جابجا کنید بیارید شیشه دیگه به همین شکل خیلی راحت ازش یک جا به جایی میگیرید پس از این استفاده میکنید کانتنت میاد اون جایی که سلکت کردی رو میبره جای دیگه و جاش رو با ها و های اطرافش پر میکنه به همین راحتی چند تا کار رو با هم انجام میده به همین شکل وقتی بردید روی جایی که میخواستید وسطش کلیک کردی بردید جایی که خواستید کیک چپ و ویل می کنید. بعد رو ول میکنید بعد می اینتر رو میزنید میره اونجا یه بار دیگه با جزئیات میگیم سلکت میکنید کیک سمت چپ رو نگر میدارید دورش رو سلکت میکنید بعد وسطش رها میکنید کیک سمت چپو بعد میرید وسط اون سلکت شده که دورش هاشو خورده به این شکل کیک چپ رو نگر میدارید و میبرید می هر جا که خواستید و کیک سمت چپ رو رهاش میکنید به این و اگر اینتر بزنید تایید میشه میره اونجا به همین راتی خب حالا ما میخوایم که از یه قسمتی از تصویرمون اگر این حالت هنوز سلکت مونده کنترل دیو بزنید از حالت سلکت در میاد دی میشه حالا مثلا چه میدونم میخوایم ما مهر جای مهر امضامون رو ببینیم توی سند بد خورده میخوایم بیایم جاشو عوض بکنیم هم از همین ابزار میشه استفاده کرد که از همینجا بیایم بزنیم از این و جاشو جابجا کنیم به همین راحتی مثلا بریم وسط تصویرمون قرار بدیم همونطور که خیلی راحت این کار انجام میشه به همین راحتی و میتونیم از مثلا همین امضایی که داریم بیایم از ابزار سلکت استفاده کنیم لاسو از ابزار سلکت لاسو اینجا استفاده که با ال میاد کلیک چاپ چپ می اینجا اینو سلکتش میکنیم وقتی سلکت شد اینجا ببینید که ما لایه‌ای نداریم کنترل جی که میزنید از قسمتی که سلکت کردین بیا اگه ما چشم اینجا رو برداریم پایین رو یه دونه لایه از رو کپی گرفت که فقط این امضای ماست امضا رو اینجا گرفتش و به این شکل ما یه لایه ایجاد کردیم از فقط اون قسمتی که سلک کرده بودیم حالا اگر ما بیایم زیر این سند ما زیر همین لایه که وجود داره اینجا به فرض ما میایم اینجا یک رنگ یک لایه ایجاد میکنیم با استفاده کلیک کردن اینجا این پایین زیر این یه دون لایه ایجاد کردیم مثلا اینو لایه اسمش رو بک بک گراندمون اوکی این بک گراند مون میایم از اینجا از سمت چپ از این ابزار پینت که داریم انتخابش میکنیم که با جی ام میاد و رنگ رو انتخاب میکنیم که چه رنگی روش باشه از اینجا رنگ رو انتخاب میکنیم و این ابزار کالر پیکر همون که اومد مییم اینجا میتونیم یک رنگی رو انتخاب کنیم برای بک میتونیم مثلا از رنگ همین بکی که خود نوشته داشت انتخاب بکنیم و سپس اوکی کنیم اوکی که کردیم این ابزار سطح رنگمون رو این بکی که لایه ایجاد کردیم هیچی هم روش نیست میزنیم و یک صفحه کامل صفحه همون رنگ میشه با همون رنگی که ریختیم به این شکل ما الان یک بک سفید ایجاد کردیم با رنگی که اون سند بود و این لایه امضا هم داریم هر جا که خواستیم میتونیمش قرش بدیم و کنترل تی بزنیم روش روی این لایه امضا آلتو که نگه داریم از گوشه موسوس کلیک چپو بگیریم بکشیم این بزرگتر میشه یا میتونیم بزرگتر یا کوچیکترش هم بکنیم به همین راحتی و اگر مثلا بک گراند اون یه رنگ دیگه ای بود مثلا رنگ بگیراندمون خاکستری بودی یک رنگ دیگه اینجا رنگو عوض بکنیم بگیراندمون رو یه رنگ دیگه بنازیم خب این نوشته وقتی روش میفته دیگه خیلی تابلو میشه که دور شده دیگه ما میتونیم بیایم اینجا بغل این نوشتمون که این مهر امضامون که کپی گرفتیم از اون سنده دابل کلیک بکنیم این گوشش دابل کلیک میکنیم این پنجره لایر استایل میاد لایر استایل که اومد از اینجا این ابزار رو اگر رو گیری باشه گرایی باشه میریم اینجا این ابزار رو به سمت چپ میکشیم این نواری که اینجا وجود داره رو به سمت چپ میکشیم همجور که میبینید اون رنگ سفید دور هز شد به مرور وقتی کشیدیم و رنگ مش رنگ های مشکی موند به این شکل وقتی که به یک چیز خوبی مد نظر رو تقریبا رسیدیم رهاش میکنیم که یک سمت چپو بعد میایم یک قسمتی که خالی کنار همین این مثلثه باشه آلتو نگه میداریم یه بار کلیک میکنیم اون نمودار مثلثه ما از وسط باز شد و همینجوری که آلتو نگه ول نکردیم و سمت چپو رها کردیم یه بار زدیم این آلتو نگه داشتیم این ابزاری که ایجاد شده رو اینجا میکشیمش به سمت کنار به این سمت میتونیم بکشیمش به این شکل اوکی کنیم همونطور که میبینید انگار عکس رو اون ما اونجا دور برش کردیم و کاملا انگار یه حالت ترانسپاریتی داره که مثلا اگر ما این این رو ببریم روی اینجا مثلا اگه این نوشته ای که معاونت اینجا نوشته بودیم و بیاریمش اینجا این دقیقا حالت لایه ای آینه ای شده و اون زیر روی هم قرار میگیره و حالا اگه ما رنگ بگیراندمون رو مجدد عوض بکنیم اینجا بیایم رنگ بگیراندمون رو از رنگ سفیدی مثلا قرار بدیم اوکی کنیم و با این سطل رنگ رو بریزیم روی بکمون همونطور که میبینید انگار این اصلا معاونت اونجا بوده و ادغام شدن با هم دیگه دولایه شدن به این شکل خب میایم برمیگردیم به سندی که داشتیم سندمونو این بکمون اونو غیر فعال میکنیم این مهرمون هم غیر فعال میکنیم در اینجا اسمش هم میزنیم مهر که بدونیم این چشم که کنار عکس هستش هر لایه هستش بذارید اون لایه فعال میشه بعد دیدم غیر فعال میشه به این شکل مثلا ما این مهر رو اینجا دیگه داریمش پس به این شکل میشه هم تایپ کرد میشه اسناد رو تغییر داد ویرایششون کرد و کارهای مختلفی کرد و مثلا الان ما اینجا یه دونه مهر داریم یه لایه عکسی داریم که روش مهر خورده میریم همین لایه مهرمون رو اینجا سکلکتش میکنیم کنترل جی میزنیم عکسی که داریم به این شکل و از اینجا این لایه ای که الان تو اینجا ایجاد کردیم و میندازیمش تو عکسی که قبلا داشتیم کار میکردیم و این عکسمون رو مینیمایزش میکنیم همونطور که دیدین الان ما اصلا یه مهر دیگه ای رو آوردیم اینجا و لایش افتاد اینجا مهر جدید مثلا اسمش میزنیم به این شکل کنترل تی میزنیم از اطراف آلتو نگه هم می داریم میتونیم کوچیکش بکنیم به این شکل اصلا فکر کنید که کلا به کل ما این مهر رو یک مهر دیگر رو آوردیم گذاشتیم اینجا خیلی از سندایی که الان توی حالا خیلی جای اداری کار میشه یه مهر رو از قبل عکسش رو گرفتن و به همین شکل دیفال درست میکنن دیگه پای همه نامه هاشون رو دیگه نمیان هر بار مهر بزنن و به این شکل انجام میدن و مهر رو از یه عکس دیگه میارن میندازن اینجا به همین راحتی که دیدین رفتیم یه عکسو باز کردیم و این کار کردیم یا اینکه شما میتونید بیاید از اینجا فایل اوپن رو بزنید و عکس رو از روی حالا جایی که ذخیره کردین بیاین بازش بکنین و اینجوری به این شکل لایه میشه و میتونید اینجا بین اون ماه رو از اینجا مثلا بیارید و بندازید روی اونجا حالا به فرض ما یه دونه عکس داشته باشیم بیم توی مثلا گوگل یه عکس پرسونلی مثلا اینجا داشته باشیم عکس پرسنلی به این شکل یه عکس پرسنلی پیدا میکنیم و اینا کیک سمت راست می‌ذاریم کپی ایمیج میریم فوتوشاپ داخل فوتوشاپمون و اینجا کنترل v می‌زنیم عکس توی حافظه ما ذخیره شده بود و اینجا کنترل وی زدیم اومد روی اینجا لایش کنترل تی می‌زنیم که بتونیم تغییر سایزش بدیم از گوشه آلتا نگه می‌داریم و کوچیکش می‌کنیم دیدیم بعضی از مثلا اسناد اون گوشه سمت چپشون مثلا عکس خورده به این شکل میتونیم داشته باشیم این مورد جدیدمون هم ببریمش بالا و بالا یا لایش رو بالای اون لایه عکس همون قرار بدیم اما وقتی که میریم چون دور نگردیم این به این شکل در میاد یه جور بدی میشه حالت نمیشه که این کار ما خورده روش خیلی از سایت که میرید برام مثلا میرید که شما عکستون رو دادید در لحظه کارت براتون صادر میکنه که روشن مهر خورده از این روش استفاده یه لایه از قبل آماده میکنن و مهر رو این شکلی مینزن روش حالا میایم روی قسمت مهرمون دابل کلیک میکنیم و مجدد میایم از اینجا این ابزار میگیریم میکشیمش به سمت راست و سپس آلتو نگه میداریم یه نقطه اینجا ایجاد میکنیم به این شکل و اوکی میکنیم همونجور که میبینید انگار مور روی خود عکس ما خورده به این شکل که اگه چاپ بشه که اصلا قابل تشخیص نخواهد بود و احساس میشه که واقعا اون مهر خورده خیلی برنویسه این کار رو میکنن اون لایه رو به صورت شفاف درش میارن و اون برنامه این کارو میکنه که عکس وقتی از شما میگیره یه سری نوشته ها از قبل آماده است و این لایا فقط رو هم میفته و کارت برای شما به این شکل صادر میشه همونجور که دیدین خیلی کار ساده ای هستش کار کردن در با اسناد در فتوشاپ اگر بخواید یک رو نداشته باشید و بخواید تغییرات توش ایجاد بکنید به این شکل میتونید خیلی راحت این کارا رو انجام بدید در مورد انگلیسی تایپ کردن هم به همین شکل هستش مثلا ما اینجا میایم رو تی میزنیم و میایم اینجا روی صفحمون کلیک میکنیم در حالتی که کیبوردمون روی انگلیسی باشه میتونیم تایپ بکنیم به این شکل و کنترل تی روش بزنیم و از آلتو نگه داریم از گوشه ها بکشیمش به همین شکل میتونیم انگلیسی هم تایپ بکنیم فرق نمیکنه سند ما انگلیسی فارسی چی هست میتونیم از این روش استفاده بکنیم و اگر خواستیم قسمتی رو دستی جایی رو بکشیم میتونیم بیایم مثلا از این قلم استفاده بکنیم زوم بکنیم مثلا ما اینجا میایم یک لایه ایجاد می‌کنیم یه نیو لایه رو اینجا میریم رو بالای مهره یک نیو لایه ایجاد میکنیم با زدن روی این یا کنترل ان بزنید براتون ایجاد میکنه پس اگه کیبوردتون البته چجوری تعریف شده باشه بعد ما میریم روی این قسمت براش رو انتخاب میکنیم و این بالا که حالا معمولا رنگ هست رنگ رو انتخاب میکنیم بیان که میایم از این قسمت در این پالت رنگ رو کلیک میکنیم رنگ مثلا این آبی اینو میگیریم سلکت میکنیم اوکی میکنیم الان اون براش ما به شکل همون رنگی که اینجا هست کشته میشه و میتونیم زوم بکنیم این لایه ای که ایجاد کردیم توی اون شروع کنیم حالات نقاشی نقاشی کردن یعنی مثلا این رنگ به این شکل ادامه اون رنگ رو مثلا بکشیمش رد رنگ رو داشته باشیم همچون که دید به این شکل میشه این کار رو انجام داد میشه هم از ابزاری دیگه استفاده کرد مثلا خب ما میایم اینجا رو همین سندی که بودیم سندی که وجود داشت ابزار دیگه اینجا هستش که استمپ هستش که کلان استمپ هستش که بیشتر ازش استفاده میشه با کلید اس هم میشه وردش رو اینکه کلیک بکنید و حرف چه و ج این ابزار رو بزرگ کوچیک میکنه روی کیبورد که کوتیشن باز و کوتیشن کوچیک هستش روی کیبورد, کیبورد. 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 اگه اینو بزنید میتونه ابزارتون کوچیک یا بزرگ کنه ازش رو و بعد میایم به قسمتی که خواستیم مثلا ما اینجا اینجا هستیم به قسمتی که هست میخوایم آلتو نگه یه بار کلیک سمت چپ موسو می‌زنیم. حالا از اونجا که ماکس انتخاب کردیم دیگه هر جا بکشیم از اونجا میگیره اینجا تکرار میکنه خب ببینید ما داریم از اونجا می‌کشیم به اینجا حالا چه کار داره مثلا گاه اوقات یه عددی تو یه جایی از نامه مثلا وارد شده همون عدد رو مثلا تو بالاش هم ازش استفاده کنیم مثلا تو قسمت تاریخ هم به همین از همون فونت و همون رنگ و اینا استفاده کنیم که رنگ و فونت عوض نشه ما اینجا میایم اینجا alt نگه هم داریم پدا میزنیم و اون جایی که می‌خوایم از سندمون شروع می کنیم. کشیدن همونطور که میبینید خیلی راحت از یه گوشه به یه گوشه دیگه میشه کپی گرفت میشه کارهای مختلف انجام داد برای همین توصیه میشه که حتما از اسناد استلام بگیرید البته این ابزارا میتونه خیلی مفید باشه میتونه برای طراحی کارت برای کارت عضویت باشگاه ها مثلا بیان از همین روش استفاده کنن یه مهری بر خودشون درست بکنن و یک دیفالتی درست بکنن فقط مثلا جای خالی بذارن مثلا این علی که گذاشتیم مثلا هر کسی که اومد عضو باشگاه شد این اسم رو فقط عوض بکنن مهر رو همه چی اینا آماده باشه و عکس رو مثلا جای این جایگزین بکنم و کارت رو مثلا ساده بکنم یه نامه رو ساده بکنم میتونه این شکلی باشه کاربرد مفید داشته باشه میتونم برای جعل سند استفاده بشه که واقعا یکی از ابزار خطرناک میتونه باشه فتوشاپ برای این کار که اگر از این جهتش استفاده بشه و ما میتونیم حتی مثلا یک نوشته ای که اینجا نوشتیم چون معمولا سندهایی که حالا توی اینترنت حساب میشن یا هستن یه خورده مثلا اسکن میشن یا تصویرشون هست یه خورده تره مثلا ما میتونیم همین هم که اینجا هست بیایم این رو چیز بکنیم یه خورده مثلا تو قسمت بلر بریم بهش بلر بدیم و ما از این ابزار بلر میتونیم استفاده بکنیم کاسیم بلرش بکنیم کانورت تو اسمارت آبجکت میشه و میشه به این شکل ما این نوشتمون یه خورده مادترش بکنیم که شبیه عکس بیکیفیت یا عکس اسکن شده بشه به این شکل ولی از حالت دیگه فونتی در میاد دیگه نمیتونید فونت باشه حالت عکسی میشه اسم آبجکت میشه همونطور که میبینید به این شکل در آمد و خیلی دیگه نزدیک به همون تایپی شد که اینجا وجود داره به این شکل و ما اینجا خطکش داریم خطکشی که در اینجا میبینید و میتونیم یک کیک سمت چپ از روی این خط کشه بگیریم بیاریمش اینجا و رها کنیم یه خط فرضی جد میکنیم این تو پیرینت و چاپ نمیافته از بالا هم هم شکل میتونیم بکنیم برای اینه که های مطمئن رو مشخص بکنیم که مثلا با یه فاصله خاصی اکس هامون و مطمئن رو بچینیم از در حد طرف که در برش یا مثلا پاراف کردن یا مثلا صرافی کردن و این داستان صحافی کردن و این چه داستانات مثلا تو برش و اینات یا نره یا فضا برای صحافی باشه در صورت امیدوارم که از این فایل آموزشی لذت برده باشین و براتون کاربردی بوده باشه به همین راحتی میشه خیلی کارا رو را 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 راحت کرد و به همین راحتی میشه خیلی مزاحمت و شر و آسیب برای جامعه و اطرافیان ایجاد کرد با جل سند امیدوارم که شما از جنبه های خوب و مثبت فتوشاپ استفاده کنید و حداقلش اینه که با جنبه های مختلف فتوشاپ آشنا بشید و اینکه لاقل گول نخورید هر سندی دیدیم دیدین فکر نکنید که یه سند اصلی هستش روز روزگار بر شما خوش باشه حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید اون زنگوله رو فعال بکنید که براتون اگر مطلبی ما قرار بیاد با خبر بشین عضو صفحه صفحه اینستاگرام ما بشید و در کانال آپارات ما هم فالو داشته باشید ما رو روز روزگار بر شما خوش بشه خدا نگهدار